توصیه میکنم براتون شاگردای عزیز که در خانه بمونیم و از خانه بیرون نشین، چون همیشه ما میدونیم که کشور ما و شما به مرض مخلق و کشنده گرفتار شده است که اگر ما بی‌پروایی بکنیم امکان داره که خود ما مصاب شویم و همچنان از طریق خود ما فامیل ما مصاب شود. پس بهتر ای است که قبل از اینکه خدای ناخواسته به این مرض مهلک و کشنده دچار شویم، در خانه خود باشیم و از خانه بیرون نریم و هر گاهی که به چیز دست میزنیم دستای خود را با آب و صابون و یا مایع ضد عفونی کننده بشوییم تا اینکه امی ویروس از بین برد دستای ما و خدای ناخواسته به این ویروس مبتلا نشیم. و همچنان یک توصیه دیگه ای که هیچ گاهی وقتی از منزل بیرون میشه با کسی دست نته، روبوسی نکنه و همچنان با وسایل دیگر دست نزنه، چون از طریق همین چیزها هست که ویروس سرایت میکنه به انسانهای سالم. پس خود را دوست بداره، در خانه باشیم و اگر از خانه بیرون میشین هیچ گاهی چون این چیزهایی که گفتم با اونا دست نزنه. خب شاگردای عزیز، میپردازیم به درس امروز ما. درس امروز ما صفحه 37 است. عنوان درس ما شد یا عسل است. من قبل از اینکه در رابطه با عسل چیزی بگویم براتون، یک بار متن کتاب را میخونم، شما هم کتابای خود با خود داشته باشین تا اینکه مشکلات خواندنتان در متن حل شود. شد یا عسل. شد یا عسل یک ماده شیرین است که برای بدن خیلی فایده دارد. شد را زنبور عسل تولید می کند. این زنبورها خانهشان را در جنگل و یا جایی که گل زیاد باشد می سازند. زنبورهای عسل سه گروه می باشند. یکی ملکه که زنبور ماده است و نسبت به دیگران از لحاظ جسامت و مقام بزرگتر و کارش گذاشتن تخم می باشد. دسته دومی زنبورهای نر هستند که وظیفه آنها صرف خوردن و خفتن است. دسته سومی زنبورهایی هستند که کار میکنند و نامشان کارگر است. زنبورهای کارگر در روزهای تابستان در جنگلها و باغها میروند و شیره گلها را میمکند و این شیره از بدنشان به شکل موم و عسل خارج میگردد که همین عسل غذای زمستان زنبورها را تشکیل میدهد. در فصل بهار زنبورهای نو از تخم میبرند که در بین آنها چند ملکه می باشد. بعضی مردم در باغهایی که گل دارد کندو می سازند و زنبور عسل را نگهداری می کنند. از شد موم و عسل به دست می آید که از شد خالص برای خوردن و از موم آن برای ساختن شمع و بعضی کریم ها استفاده صورت می گیرد. خب شاگردای عزیز، در درس ما و شما چند لغت وجود داره که ما او را می خواهیم که روی تخته رونویس بکنم، شما هم متوجه باشین و قلم و کتابچه با خود داشته باشین یادداشت بکنین. خفتن، خوابیدن، گروه، دسته یا جمع چند چیزی که می باشد. شاگردای عزیز، در متن کتاب کلام لغت دیگه وجود ندارد. من در رابطه با متن کتاب بر شما یک اندازه معلومات را ارائه می کنم. خب شاگردای عزیز، قسمی که در متن خواندیم سه گروه بود زنبورهای عسل که یکی از او به نام ملکه یاد می شود. ملکه وظیفه چی است؟ ملکه وظیفه تخم گذاشتن است و همچنان بالای تخم ها نشستن و چوشه کشیدن. و زنبور دیگری که وجود داره به نام زنبورهای نر هستند
وظیفه زنبورهای نر فقط خوردن و خفتن است. خفتن به معنای خوابیدن، یعنی فقط میخورند و میخوابند. و چیز دیگه ای که مربوط به اینا میشه پازبانی از خانه، یعنی نگه کردن خانه و همچنان تخمها و امو چوچه هایی که نو بیرون نشده باشن از تخم. زنبور کارگر، زنبور کارگر چه وظیفه دارند؟ زنبور کارگر وظیفه‌شان این است که از خانه بیرون میرن و بالای گلها مینشینن، شیره های گلها را میمکن، بعد اون را به خانه انتقال میدن و این را به شکل موم و همچنان عسل از بدن خود در بین کندوها و یا ای که خانهشان جا به جا میکنن، که البته از خود اینمی عسل زنبورها باز در فصل زمستان چون خوراک قطع میشه، برف میبارد، اگر کدام گل وجود نمیداشته باشه، باز اینا از امو اصلی که در بین خانه هاشون وجود داره در فصل زمستان به حیث غذا از رو استفاده میکنن. و از خود مومی که باقی میمونه، از موم به خاطر ساختن کریم ها و بعض چیزهای دیگه استفاده صورت میگیره. مثلا شمع هم از موم ساخته میشه. ببینید اینجا در این قسمت هم در این قسمت زنبورای رو نشان داده است که اینا رفتن به همو گلزارها یا باغهایی که پر از گل است، اونجا گل را مکیدین، شیرهش پس آوردین به خانه ها، در هر معنی سراخه که میبینه ایره جا به جا میسازن تا ای که باشه از این همو فارموالا یا کسی که کندو ساخته است هم استفاده بکنن، همین که غذای زمستانی از اینا هم در اینجا جا به جا شد تا بدن از او استفاده بکنن. و قسمی که شما میدانه در بازار هم شما شاید دیده باشین که عسل فروخته میشه، ایره به وقتی که مثلا ممی زنبورای عسل شد را آوردن، عسل را آوردن در بین خانه های خود جابجا کردن، همون کسایی که ایره نگهداری میکنن یا فارمش دارن یا کندوش دارن، اینا چون ماشینش دارن که توسط هم ماشینی مواد یعنی عسل جمع‌آوری میکنن، پس ایره صاف کاری میکنن و خالص میسازندش، بعد هم عرضه میکنندش به بازار تایی که ما و شما از او استفاده بکنیم. البته عسل خودش یک ماده قیمتی است که هر کدام ما و شما خالص این رو به دست آورده نمیتونیم، در بازار وجود داره، ولی شاید که عسل خالص 100% ما و شما به دست آورده از بازار نتونیم. و اگر شما میخواهی که عسل 100% خالص به دست بیاری، میتونه که در همون فارم هایی که زنبورداری دارن، یعنی زنبور نگهداری میکنن با اونجا کندو ساختین، بروی اونجا عسل خالص هم میتونه که به دست بیاری. خود عسل با هر نوع دردی را دوا گفتین و بجز مرگ، یعنی بجز مرگ به هر درد دیگه عسل دوا هست و به هیچ درد ضرر ندارم. و یک چیزی که باید در رابطه با زنبورای عسل بر شما یادآوری بکنم اویی که یا خیلی نظم دقیق دارن، نظم خیلی خوب دارن. مثلا اینمی زنبورهای کارگر وقتی که از خانه بیرون میشن و میرن در دشت و صحرا به مکیدن شیره های گلها، اگر اینا یکشان بالای کدام کثافات و یا مرداریه که در دشت ها وجود داشته باشه اگر بنشینه، دوباره وقتی که بر میگرده و در مهمو خانه خود میرسه، دم خانهشان امو زنبورهای نره که یاد کرده، این زنبورها فقط مثل پیرداره که ما و شما میبینیم که در بعض جاهایی که مقامات هستن که اونجا پیردار میباشن، همین رقمی پیردارا استاد هستن و اینا که میه هر کدوم از اینا مثل که اونجا تلاشی میشه یا چک میشن که آیا اینا تنها شیره رو مکیدین یا با چیز دیگه هم اینا ملوث شدین. وقتی که اینا درک بکنن که این شاید بالای کدام مرداری یا کثافت نشسته است، دفتن سر امو زنبور قطع میکنن تا اینکه ویروس یا میکروب داخل امو عسلی که دیگرایش آوردین در داخل خانه ها جا با جا کردین با میکروب و امو ویروس آلوده نشن. خب ببینید چقدر یک نظم خاص دارن شاگردای عزیز. ما شما هم باید که در هر کار خود نظم داشته باشیم، هر کار خود را با نظم آغاز بکنیم تا پیشرفت و ترقی بکنیم. حتی از عسل در قرآن کریم خداوند جل جلاله یاد کرده است، چون یک موجود پاک است، یک چیزی است که بجز فایدهش به انسان میرسه ضررش نمیرسه. این بود درستان شاگردای عزیز. خدا کنه که از درست چیزی آموخته باشین. یک بار دیگر لغت هایتان رو براتون تکرار میکنم و میریم بعدم به درس دیگر خود. خفتن، خوابیدن، گروه، دسته. خفتن، خوابیدن، گروه، دسته. خب شاگردای عزیز،
این بود درستان. شما اگر در متن کتاب کدام مشکل می داشته باشین و یا کدام لغتی را نمی فهمید، می تونید که از طریق واتساپ مکتب با ما در میان بگذارید. انشاءالله که به مشکلتون رسیدگی میشه. و کار خانگیتون در درس همی باشه که فقط یک پاراگرافی درس را به کمک پدر جانتان و یا مادرتان و همچنان خواهر برادرتان املا کار بکنید تا ای که املایتان خوب شد.